ماجرای حاملگی نیلی از داوود هزینه و دیوونه بازی و کرم چون ریختن جدید ریحان پارسا برای تولید حاشیه. اونایی که در خط امام نیستن خون شهدا را پایمال میکنن. کی بهتر از تو؟ سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب همونطور که میدونید این روزا اینقدر خبرای عجیب و غریب میاد که دیگه برای هیچ کس بعید نیست که مثلا همین الان خبر بدن که پویان مختاری حامل است، یا یهو بگن دنیا مهراد رو حامله کرده و خلاصه وضعیت خیلی عجیبه. عجیبه، واقعا عجیبه. و اما نیلی که چند وقتیه که با پویان وارد حاشیه شده و بعد از درگیری هایی که داشتن دیگه پویان نتونست رابطه خوبی با نیلی داشته باشه. ماجرا هم از این قرار بود که چون توی تایمی که پویان و نیلی قهر بودن، نیلی رفته بود سمت امیر تتلو و مثل این که میخواست یواشکی بهش یه چیزایی بده. و بعد از این که این دعواها تموم شد، نیلی و پویان برگشتن پیش هم دیگه، ولی خب این قضیه همیشه رو مخ پویان بوده و هی به نیلی میگفت که چرا میخواستی بری پیش تتلو، و نیلی هم که بارها اومد اعلام کرد که نه، من نمیخواستم برم پیش تتلو و باهاش کاری کنم و اینجوری فقط میخواستم باسن پویانو بسوزونم. و اما خب تتلو هم که وعده داده بود بالاخره کار خودشو میکنه. حالا فعلا که نیلی و پویان یه روز با هم خوبن یه روز بد، ولی دیگه نمیتونن با هم باشن و این وسط پویان هر چند وقت یه بار با افراد جدید میپره و نیلی هم حتما برای خودش زیرابی میره که امیدواریم اون زیر به پست تتلو نخوره، وگرنه حتما داستان میشه. و اما اتفاق عجیب این بود که یهو نیلی اومد و استوری گذاشت که من حامله‌ام. من به زودی دارم مامان میشم. گفتم این خبر خوبه. بله، همونطور که دیدین نیلی اومد و گفت که حامله است و حالا وقت این بود که همه شاخهای مجازی یه جوری حاشیه درست کنن و بگن که پدر بچه هستن و نیلی رو ضرب فنی کردن. این وسط داوود هزینه که با نام هنری داوود پاخور هم معروفه اومد و یه مفت بری ریز کرد و گفت که دارم بابا میشم و این باعث شد که خیلیا بگن بله داوود پاهای نیلی رو هم خورده و کار به جاهای باری کشیده شده. خلاصه اینجا بود که خیلی از مخاطبا فکر کردن که داوود پدر بچه است و ما خودمونم میخواستیم بریم برای بچه کادو بگیریم که یهو نیلی اومد و اعلام کرد که اون استوریو الکی گذاشتن. یکی نیست بگه ده آخه دیوس، ما که میدونیم همه ی حرفاتون دروغه، ولی خب دیگه شما روی پویان دروغ نببخشید چوپان دروغگو رو هم سفید کردید. همین فردا اگه واقعی افتادین مردینم کسی باور نمیکنه و میگن که حاشیه است. خلاصه اینا راه حاشیه رو خوب یاد گرفتن و یه روز میگن که رل زدن و یه روز میگن که قهر کردن و یه روز میگن که حاملن و فردام حتما میان میگن که بچه زاییدن. خلاصه اوضاع خیلی خرابه. حامله ای؟ نه بچه ها، من گفتم که نه، من بعد از اون استوری که گذاشتم بعدشم یه استوری دیگه گذاشتم، گفتم که دوستام اینجا بودن، ما با هم دیگه شرط بسته بودیم، بعد من اون شرط رو باختم. بعد وقتی اون شرط رو باختم دوستام گفتن که باید الان استوری بذاری در حد 10 دقیقه و بگی که حامله ای. دیگه منم مجبور شدم دیگه، حالا به خاطر اینکه کم نیارم این کار رو بکنم، ولی بعدش منم گفتم که اون قضیه این بودم. اینم جواب این سوالتون که هی میگفتید حامله ای، بازم میگم نه، من اصلا الان دوست پسری ندارم که بخوام حامله باشم، در نهایت سینگلی به سر میبرم. خیلی وقت دیگه فکر کنم 3-4 ماهه که سینگلم،
برای خودت بودی میگفتی یه مدت عاشق یکی شدی. آره شده بودم ولی به نتیجه نرسید، یعنی به رابطه حتمی ختم نشد، در حد همون در ارتباط بودن بوده، نه رابطه خیلی جدی، فقط در ارتباط بودیم. قرار بود مثلا یه مدت اوکی باشیم با همون دوست پسرم که اون موقع هم میگفتم، ولی خب هیچ وقت به یه رابطه جدی ختم نشد. بله اینم از صحبت‌های نیلی. و پویانم هی استوری میذاره که من دیگه دلم برای کسی نمیسوزه و از این حرفا. و اما ریحان پارسا هم چند وقتیه که سوراخو ببخشید حاشیه رو یاد گرفته، هی به کارای عجیب و غریب دست میزنه. حالا دیگه تقریبا هفته یه بار کارای عجیب میکنه و یه هفته باهاش میفته سر زبونا. هفته پیش که اومد ادای الکسیس رو در آورد و یه کارایی کرد که پسرای پیجش بیشتر شدن و به دقت به ویدیوی انگیزشیش نگاه کردن. و حالا هم که اومده و گفته که من یه بیماری دارم و دلیل این که هیجانی رفتار میکنم اونه. انگار نه انگار که ما میدونیم بابا همه این کارا برای حاشیه است. داخل لامصب تو چند تا فیلم بازی کردی براش انقدر معروف نشدی، حالا اومدی یکی دو ماه تو خونه پویان مختاری موندی و دیدی به به چه حالی میده وقتی همه بهت توجه میکنن، حالا هم هی دست به حاشیه میزنی بعد میگی من جنون آنی دارم. آزاد بشم و آزادانه رفتار نمیکنم. سال هاست به من میگن رفتارات عادی نیست، چرا عادی رفتار نمی کنی؟ میگن خواهی نشوی رسوا، من میگفتم مراقب رفتارم باشم، یعنی تابلو رفتار نکنم، کاری نکنم باقام پشیمون شه. این شما نیستین که جوری رفتار میکنین، من عادیم، شماها غیر عادی، من که رفتارهام عادیه. من از کشور خودم مهاجرت کردم، کشور همسایه رو انتخاب کردم برای زندگی، یا خودم رو در شرایط های غیر عادی انجام میدم که خب همه میگن تو دیوانه ای، الان شبیه دیوونه همه، تو دیوونه ای؟ اصلا این رفتار یعنی چی؟ چی کار داری میکنی؟ چته؟ هرچند بگذاریم که اینم برای تبلیغات یوتیوبش بوده، آخه خاله ریحانه هم اومده و همکارم شده و ورود کرده به یوتیوب. بله خلاصه همونطور که دیدین حاشیه ها همچنان ادامه داره و معلوم نیست که عاقبت این بچه ها قراره به کجا ختم بشه. و در آخرم بریم یه نصیحت از ریش سفید کشورمونو گوش کنیم و برگردیم. اونایی که در خط امام نیستن خون شهدا را پاول میکنن، کی بهتر از تو؟ در نهایت ممنونیم که ویدیو رو تا انتها نگاه کردین. لطفاً حتما ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو در قسمت کامنت بنویسید و سابسکرایب کردن کانال پارس فکت یادتون نره. تا ویدیوی بعدی بدرود.